وزیر بهداشت گفته فرزندآوری تکلیف ملیه. آی وزیر بهداشت، خواهشن زیر ساختای این تکلیف ملی هم انجام بدید. فقط تکلیف ملی خالی که به درد نمیخواد، باید ایسی هم باشه دیگه. دولت قبل وعده داد واسه فرزند سوم 120 میلیون وام زمین ماشین بده. یعنی از این چیزا فقط او فرزند سوم تولید شد، بقیه چیزا دستمون نگرفت به جان خود. یعنی قشنگ من فرزند سوم خواهرزادم خواستم وامشو بگیرم، نشد. ماشین نشد، چی نشد. یعنی قشنگ فقط فرزند سوم به دنیا آمد، پکیجش باش نبود. او پکیجی که میخواستی بدید آمیدید که تا فرزند سوم و این فرزند سوم درست. محمد جواد تاجی گفته ظرفیت بهشت زهرا اینجوری که پیش بره تا 2 سال آینده تکمیل میشه. یعنی از 2 سال به بعد یه جا واسه دفن شده رو خودمون پیدا کنیم دیگه، بهشت زهرا نمیتونیم. یعنی اونایی که یکی از آرزوهاشون اینه که بهشت زهرا دفن بشن، فانتزیشون اینه. عزیزی دارم خدای نکرده اونجا دفن شده، انشالله که 120 سال زنده باشن، ولی اگه میخوان تا 2 سال دیگه قشنگ باید برند که اونجا جا بشه. آره، یعنی ما باید فکری به حال خودمون بکنیم. نه من نمیخوام اونجا دفن شم، کسی اونجا نداره، اونجا قریب میفتم. نمیخوام، میگم نه، شهرمون یه جای هست مفتیه. آره، زیر سازی توش نیست ولی مفتیه، یعنی هر جا خواستی میتونی سر جاده. الان پولیش میکنن، آه پولی شده، دیدی؟ یعنی هنوز استودیم تمونشون گفتم پولی شده، پس همون بهشت زهرا میخوام. اینم از آخرین وعده زاکانی. یعنی بدبخت اون کسی که به وعده های زاکانی دل خوش کرده بود، باور کرده بود. زاکانی رو شورا بهش گفتن واسه چی اون مسکنی که قلادی رو نساختی؟ گفت چی مسکن؟ مگه وظیفه شهرداری مسکن ساختنه؟ شهرداری فقط مسهله، آسان کننده است واسه ساخت مسکن. بهش گفتم با تو وعده دادی این صداد؟ گفت نه، I'm sorry، من نبودم. شما دیگه چقدر ساده، یا ساده یا خودتونو ساده فرض کردید. زاکانی به کدوم وعدش عمل کرد؟ یعنی توی 6 ماه اقدر که زاکانی وعده داد، نمیدونم کی وعده داد، اون نداد. پایان باز بعد بهش دلخوش کردید به وعده هاش، دوزی میخواه اجاره شب کنه، ترشم میگه اصلا من وعده ندادم. اینش جالبه. رحیم زاره مال مجلس گفته انتخابات آمریکا تأثیری بر اقتصاد کشور ما نداره. رحیم بابت چی حرف زده؟ رحیم این حرف احساس رحیم، نه تنها انتخابات آمریکا بلکه انتخابات هر کشور دیگه. اصلا تو بگو جزایر قمر، سودان جنوبی، او بر بالی، مالی، همه تأثیر داره. یعنی اینقدری که انتخابات او کشور رو ما تأثیر داره، رو خودشون نداره. اصلا واسه خودشون مهم نیست، ولی واسه ما مهمه. یعنی تأثیر پذیرتر کشور ماییم، خیلی اصلا احساسی هستیم. یعنی همین الان خیلی پولاشون دستشون منتظرن ای بشه یا نشه، یعنی ترامپ بشه برن دلار بخرن، طلا نشه نخرن. بعد تو بگی تأثیر نداره، کل اجناس خارجی رو قیمت دلار بستن انتخابات آمریکا، بعد تو میگی نداره. رحیم خوشبختانه باند خرید فروش نوزاد و منهدم کرد، غیر قانونی. آقا چجوری میفروختن؟ پسر یک کهیستر یه میلیارد است، دختر نمیدونم، ولی غیر قانونی بود. تو رو خدا نکنید اونایی که خدا بهشون بچه نداده، بچه گیرشون نمیده، از راه غیر قانونی نکنید. ای بچه یکی دوزیدنش، یکم انسانیت داشته باشه. بیدی سرپرستی بگیرید، اول بیدی درمان. ال پیشرفت کرد، میگه میریز داخل یک کاسه، بعد تو سننگ اینجا میریزن داخل. آره، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، آخر یه اسپر میرسه به اونجا دیگه. آره دیگه، من میشناسم آدمی که بزن 15 پوش میرسه آخر رسیده، هی با سننگ میرسه. حالا نشو سرپرستی بگیرید، ای بچه دوزی واسه شینه نخو، خوب نیست. والا علم هم پیشرفت کرده، به جای خون با سرنگ میریزه اصلا این خیاد آخر بچه گیرتون میاد، اونم بچه خودتون. یا سرپرستی بگید قانون، یا
یکی از مشکلات کشور ما اینه که بعضی هایی که نه سواد، نه تخصص، نه شعور، نه صداقت دارن میان اظهار نظر میکنن. یعنی هر کدومشون یکیشو ندارن، بعضی هم کل پکیج رو ندارن. یه نمونش میر سلیم که گفته تعرفه واردات آیفون نبا بیا با پایین، با بالا باشه. که چی بشه میر سلیم؟ که مردم عادی نخرن؟ خود تو یکی از این آیفون ها رو داری خب الهی که بشکنه بسوزه LCDش، میفته یه جایی بشکنه. یعنی آیفون فقط واسه خودت و بچهاتون خوبه، مردم عادی حق نداره استفاده کنن. یعنی هر چی میاد فقط شما استفاده کنید، واسه مردم عادی حرومه. نه چی، خب یکم صداقت داشته باش میر سلیم. الهی که صبح بیدار بشی هر چی بخوای این گوشی آیفون رو شارژ کنی داشتن نشه، صفحه سیاه باشه، ببریش بگی آقا سوخته، درست هم نمیشه، کل اطلاعاتم ابین بره. حتی الهی آمین. یعنی تا این گیلان نابود نکردید ول نمی کنید. این قشنگ تا نابودش نکردید و ننشستید سر جنازش و مطمئن نشدید ولش نمی کنید. مطمئن نابود شده علکی نبود، نبضشو بگیر. آها نبضش نمیزنه، پروژه با موفقیت انجام شد، گیلان نابود شد، بریم سر پروژه دیگه. با ول کنید، افتادین تو ساحلش، شناشونو برداشت میکنید، شنو ماستشونو واسش بابا، جنگلاشون نابود کردی، زمیناشون نابود که مراتعشون نابود کرد، الان شن و ماستشون، آبش هم که کم کردی، یه خزر عقب نشینی کردی، دیگه چی میخوای؟ اون از هجوم مردم به گیلان قشنگ آسایششون سلب کردید. بابا بذار مردم گیلان زندگی کنن. چه اشتباهی کرده که تو اون خطه به دنیا اومدن، مال اون خطه شدن، آسایششون سلب شد، جنگلا نابود شد، حالا شن و ماستهاشون هم ببرید. نکنید. تو کشور ما یه جایی هست یه کلماتی پیدا میکنند و جایگزین فارسی واسش انتخاب میکنند و بابت اینم حقوق هم میگیرن، بودجه هم میگیرن و طبق آخرین جایگزینی به جای پیکسل تصدانه باید بگید تصدانه تو همین مایه ها از معنیش چیه. بابت این یه کلمه چقدر بودجه هزینه شد؟ چقدر بودجه در نظر گرفتید؟ اصلا بودجه سالانه شما چقدره؟ رئیستون فکر کنم همون آقای عداد عادل دیگه، عوض هم نمیشه، قشنگ این پست رو ول نمیکنه. بودجهتون چقدره؟ اصلا وجود شما چون لزومی داره واسه کشور، واسه مردم؟ خب این بودجه میذاری واسه بهداشت، آموزش، اونجا بیشتر نیاز به جان خودم، واسه چی علیکی هدرش میدید؟ ما نیازی نداریم به این تبدیل واژگان، به خدا دردی از درد ما دوا نمی کنه. آه لازم حدادادر گفت دیگه، گند همه چی رو در بوری به جان خدا. بابا از خودتون مایه بذارید، از سوابقتون، از عمل کردتون. زاکانی رفته شورا که جواب چند تا سوال اعضای شورا شهر بده، بعد چمران به زاکانی گفت به نیت 12 معصوم به 12 تا سوال آقای تشکری هاشمی جواب بده. این مسخره بازی ها چیه؟ خجالت بکشید، وظیفش جواب بده دیگه. نیت 12 معصوم چیه؟ بعد منن سر تشکری هاشو میذارید، او حقش سوال بوسه. بعد 12 معصوم نه 14 معصوم، دو تاشو کم کرده که دو تا سوال کمتر بپرسه تشکری هاشمی. بابا خجالت بکشید بابا، این میز الان 20-30 سال روش نشستی، پشتش نشستی، تش یه سال دیگه، ارزش نداره به جان خودم. سوء استفاده کنید از اعتقادات، دین،